ما گفتنی که هستم که پرویز بابایف ساکن ناحیه عینی عدالت میجوید. مادر 70 ساله ای او را اول ماه ژانویه کارمندان میلیسی ناحیه عینی برای غصب قطعه زمین گمان بردانسته به شعبه کارهای داخلی دعوت کرده نسبتش پرونده باز میکنند. مادر کسلان گفتیم کسل قان بعد سونی گریجا در نزد نوف گیگانس که گریجا مگون وای همه گریجا گنده ما گفتیم وای آدم کسال تا ایویز داشه نمی مونن که ما درویم مدرموی بینیم. دهم ژانویه ملیسه ها به فرزندانش میگویند در بیمارخانه جای آماده کند تا مادرش را خوابانند، ولی نه برای قند و فشار بلندی بلکه با سوختگی بدن. ملیسه ها مگون که آب جوش گرفته خودش برای چوشیدگی گفتن وای آب جوش ما مونن نیست وای سوختگی ما وقتی که مدرم همین استرافشان از سیزو آوردن ما مدرم های تلفون با زبس کردیم مدرم ما همینجا سوختگیش و لطا سوختگی همینجاش استودگی لطی سوختگیش با همون سوختگی ها خودش معلوم همون بیا. ایست قربان و حالا در شعبه احیای بیمارخانه ناحیه عینی بستری است. وضع سلامتی زن سال خورده به گفته پیوندانش روز به روز وزنین می شود. پیوندان قربان و به خودسوزی مادرشان باور ندارند. شریف مرزا شریفوف کارمند بازداشتگاه موقتی ناحیه عینی که در زمان نوبتداری او ایست قربان و سوخته است روز 17 ژانویه بر رادیو آزادی گفت قربان و خودش را آتش نزده است. با این گردنش سوختگی این بغل و اینجای سوختگی نه از کجا شده؟ آب جوش سوختگی چیکوش همین خولات شده این گریپ درافت اونطور کردیم. کارمند بازداشتگاه شرح نداد که در داخل بینای بازداشتگاه چگونه زن سالخورده آب جوش پیدا نمود. پیوندان ایست قربان و بدادستانی کل و هم آجانسی مبارزه با کروبچه عریضه نوشته میخوان قضیه و منصفانه تفتیش شود. خانواده ایست قربان و از دوران شوروی در قلمرو کارخانه کلخاز ساختمان ناحیه استقامت میکنند. از دادستانی ناحیه به ما گفتند بر اساس شکایت نماینده همین کارخانه امانیاروف عریضه شکایت وارد شده نسبت این پیرزن پرونده باز شده است. ولی این خانواده میگویند خانه دارای حجت است و سه آیله در یک منزل قانونی زندگی دارند.